دوست عزیزم سلام، خیلی خوش اومد به یه قسمت دیگه از پیپا مسی و همینطور خوش اومد به گوشه دنج ما به اینجا میگیم کافه، چون تقریبا شبیه کافه درستش کردیم. کلی وسایل مختلف هست، کتاب هست، کاست اینجا هست، این تخت شاسی های کوچیک هست، ضبط کوچیک هم اینجا داریم، کاست ها رو باش گوش میدیم و کلی کتاب و این چیزا. خیلی خوش اومدید به اینجا، چون اینجا یکی از در واقع جایی که حس خوبی به ما میده توی خونه و یک محلیه برای آرامش و ما اینجا رو مثل کافه درست کردیم. خب امروز یه بسته به دست من رسیده و توی این بسته چیزیه که خب من میدونم ولی خواستم شما هم ببینید و در جریانش قرار بگیرید. خرید جدید من هست، یک مدل پیپ که تا حالا من این مدل پیپ رو نداشتم. همراه این پیپ هم یک کتاب برای من ارسال شده، نویسندهش سازنده این پیپه. خب من پیپ رو اول نشون میدم که شما هم ببینید. این جعبشه، شبیه جعبه آیفونه، اینجوری خیلی ملو باز میشه. خب و این بسته بندی چرم قرمز و نارنجی رنگ، قرمز یا نارنجی رنگ، با نوشته ای که اینجا هست. من پیپ رو نشون میدم، بعد میگم که ساخته کدومی که از اساتید عزیز هست که من این پیپ رو ازشون خریدم. بسیار عالی. همونطور که میبینید این یکی از پیپ های مرتا ساخته جناب سانه عزیز هست که همین چند وقت پیش باشون ویدیو مصاحبه رو داشتیم و مصاحبه منتشر شده. من میخوام این پیپ رو امتحان هم بکنم تو این ویدیو، یعنی یه توتون مخصوص براش اختصاص بدم و امتحانش هم بکنم. یه حرکت خیلی جالبی که من دیدم این که یک میله نمدی یا همون میله های تمیز کننده اینجا قرار دادن که بعد ازشون بپرسم چرا، ولی من الان درش میارم. و کتاب رو یادم رفت خدمتون بگم، کتاب هزیانهای ذهن یک معلول مادرزاد نوشته رضا علیزاد صانع و چاپ 1399 این نسخهش و چاپ اول بوده. هدایایی که از دوستانمون میگیریم یادگاری های بسیار با ارزشیه. من دوست داشتم که بتونم این کتاب رو با دستخط خودتون و پاراف اولش با نوشته خودتون و امضا خودتون داشته باشم، ولی خب یه روز همدیگه رو میبینیم، من کتاب میارم که برام امضا کنیم. خب بریم برای انتخاب توتون برای این پیپ جذاب. من فقط این پیپ رو از نزدیک مجدد بهتون نشون میدم. استم با رنگ جالب، این قسمت که شبیه استخون میمونه یه رینگ و کاسه. بازشم بکنم. خب این چیزی که مشخصه این که اینجا فیلتر 6 یا 4 میخوره، حالا یا یه فیلتر بعد درست کنم با بالسا یا با فیلترهای فالکون برش بزنم. یه مدل فیلترشو قبلا هم خریده بودم اگه یادتون باشه. خب برم الان من از بین توتون هایی که برام اومده یه دونه رو انتخاب کنم برای این پیپ. بسیار خب من برگشتم و توتون رو انتخاب کردم، داویدوف یا دیویدوف و بلند رویالتی، هدیه دوست عزیزم که واقعا به من افتخار دادن این توتون رو و چند مورد دیگر رو به من هدیه دادن و منو شرمنده خودشون کردن. بریم برای باز کردن توتون دیویدوف رویالتی برای در واقع بررسی این پیپ. این توتون رو من جداگانه حتما ریویو خواهم کرد. خب بریم باز کنیم. بله، چه صدای پلوم خوبی، چه صدای پلوم زیبایی. چه بوی خوبی، یعنی بو میکشه این بوه تا اینجا میره تو مغزم، اینقدر چقدر این بو خوبه. یک مقداری از این توتون رو من حتما الان آماده میکنم برای اینکه هوادهی بشه و آماده بشه برای اولین اسموک با پی
پیپ مرتا. همراه من باشید ببینید که توتون رو من باز میکنم. توتون 50 گرمی هست و برند دیویدوف روش مشخصه. من در مورد این توتون هیچ مطالعه‌ای نکردم، هیچ بررسی نکردم، هیچ کامنتی نخوندم، حتی نمیدونم دقیقاً چیه، اما از بوش مشخصه یکی از اون توتونایی که من به احتمال زیاد خیلی خیلی دوستش خواهم داشت. من آماده میکنم برای اینکه حوادهی بکنم و بعدش میرسم خدمتون برای ضبط ادامه ویدیو. خیلی خوب، من این قسمت ها رو ضبط میکنم برای ویدیوی ریویو توتون دیویدوف رویالتی که در واقع این ترکیبش هست. امیدوارم که با رزولوشن بهتری بتونه به من بده تصویر رو. بله، بوی توتون هایی میده که من دوست دارم، توتون های انگلیش اسکاتیشه، احتمالاً یکی از این ترکیب ها باید باشه، ولی بوی خیلی خوبی میده. خب و الان دیگه میشه گفت تقریبا رطوبتش اون چیزی هست که میتونه باشه و برای این اسموک مناسب باشه. خب من فیلتر مخصوص 4 میلیمتری، 5 یا 6 میلیمتری رو ندارم، ولی میخوام این پیپ رو اولین بار بدون فیلتر اسموک کنم که میدونی خیلی برای من سخته، ولی مطمئنم فیلترهای دستساز براش درست میکنم با در واقع فیلترهای فالکون یا فیلترهای بالسا برش بزنم و براش بذارم. بسیار عالی، فندک هم اینجاست و پیپ رو آماده کنیم برای اسموک. امیدوارم که تجربه خیلی خوبی باشه. من خیلی ذوق دارم چون این یکی از اون جنس هایی که هیچ وقت ازش من پیپ نداشتم و موضوع دیگه اینه که همین جوری هیجان زده بودم وقتی که اولین در واقع پیپ مرشامم رو دوستم از ترکیه آورد و به من داد و من اون روز اصلا رو ابرا بودم. واسه همین اینم یک تجربه خیلی خوب میتونه باشه. خب همونطوری که احتمالاً شنیده باشید در استفاده از یک پیپ نو موضوع مهمی وجود داره در خصوص آب بندی کردن که گاهن شنیدید هر کسی گاهن متد خودش رو بیان میکنه، ولی اصل موضوع اینه که ما مراقب پیپ باشیم تا بتونه اون حرارت رو به مرور تحمل کنه، لایه های کیک تشکیل بشه و ما توی استفاده از یک پیپ نو عجله نکنیم. خب من توتون رو آماده کردم، میبینید بریم برای روشن کردن و بدون فیلتر. پنچارینگ لایت رو انجام دادم، یک کوچولو تمپ میکنم، لایت دوم رو میزنم. تایم توتونش خوبه ولی توضیح راجبش میره برای ویدیوهای ریویو. بدون فیلتر یه مقداری برای من سخته اسموک کردن. میترسم پوک بزنم، یه نظر میاد یه مقداری حساسیت. عجب طعم خوبی داره. Mm-hmm.
با اینکه بدون فیلتر دارم اسموک میکنم ولی اذیت نمیشم و این حس خوبی میده. امیدوارم تا آخرش هم به همین ترتیب باشه. خب این یک ویدیو خواهد بود در خصوص آنباکسینگ این پیپ، باز کردن اون توتون و اولین اسموک من با پیپ مورتا ساخته جناب سانه. اما برای که بتونم یه نظر بهتری بدم در خصوص این جنس پیپ، لازم هست که یک مقداری بگذره و یک مقداری تجربه بکنم و مثلا یک ماه دو ماه دیگه هم یک ویدیو دیگه درست کنم در خصوص اینکه تو این دو ماه چه تجربه‌ای داشتم از اسموک کردن در این پیپ. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. به زودی ریویو توتون و موارد دیگه که تهیه کردیم برای ریویو رو خواهید دید. مرسی که همراه هستید. مراقب خودتون باشید.